دوستای عزیز سلام عرض میکنم نوران استادیان هستم من از سال 2007 تو کار خرید و فروش خونه هستم در ادمونتون با شرکت ریمکس الان همونطوری که توی اخبار و یا حتی جاهای دیگه هم از دوستاتون آشناها شنیدید مورگیج ریت ها داره همینطوری میره بالا و یک سری رگولیشن های جدیدی هم داره میاد که باعث نگرانی خیلی از کلاینت های خود من و کسایی که دارم فکر میکنن خونه بخرن شده و به خاطر این سوالایی که میکنم من فکر کردم که شاید وقت این هستش که یک مصاحبه کوچیکی داشته باشیم که بتونیم این سوالا رو به طور تخصصی جواب بدیم برای همین من از خانم افشار دعوت کردم خانم افشار سابقه بسیار عالی درخشانی در چیزهای بانکی دارن و مالی و فاینانشالی درست میگم خانم افشار؟ خرابکاری دارم میکنم؟ نه درست دارم میکنم خانم افشار تو ایران رئیس یه بانک بودن در اصفهان که بانکش چی بود خانم افشار؟ بانک ایران ژاپن و برای کسی که توی ایران به عنوان یه خانم رئیس بانک بوده من اکسترا برای ایشون رسپکت دارم به خاطر اینکه نشون میده چقدر مهارت دارن تو کارشون و اینجا هم جزو یکی از تاپ فاینانشال ادوایزرهای توی آمریکای شمالی هستن با اینوستورز گروپ برای همین من فکر کردم هیچ کسی نمیتونه بهترین سوالا رو جواب بده غیر از خانم افشار و سوالامو شروع میکنم سلام خانم افشار عزیز ممنون که اجازه دادید که بیام آفیس قشنگتون و این یه مصاحبه کوتاهی رو داشته باشیم اگر یه کوتاه از خودتون بگید بازم و اینکه الان چی کار میکنید میدونم کارتون تو کار فایننس بیشتر ولی مورگیج بروکر خودتونم دارید که اینجا برای شما کار میکنید یه کوتاه بگید ممنون میشم خب من عملاً 25 ساله با اینوستورز گروپ هستم 17 سال در ایران بانک بودم منیجر بودم رئیس بازرسی بانک بودم و رو هم رفته حساب بکنیم نزدیک 43 ساله که من توی این کار هستم من با عنوان فاینانشال ادوایزر که با اینوستورز گروپ کار میکنم یکی از پرنسیپال های مهم فاینانشال مورگیجیه که هر کسی باید بگیره مورگیج واقعا یک اینوستمنت بزرگیه که هر کسی انجام میده و متاسفانه یه مقداری فقط دوستان نگاه ریت میکنن و بقیه کانسپت های اون رو فراموش میکنن به هر صورت یه مقداری تفاوت پیدا شده الان روی مورگیج سال 2018 جنوری 2018 کوالیفایینگ مورگیج هم تفاوت خواهد کرد. میخواین توضیح راجع به اون بدم که چه اتفاقی برای 2018 اتفاق خواهد افتاد؟ حقیقت اونم یکی از سوالای من هستش که اگه اجازه بدید دونه دونه بریم که به ترتیب میریم که من به ترتیب سوالای مشتریان میرم و کسایی که همیشه یک دو سه چهار پنج میپرسن الان از شما همینطوری میپرسن اولا که الان ما توی از دو سال اخیر حداقل شروع شده که یک آدم کسایی که تو اویل اند گس هستن جاباشون رو از دست دادن و خیلی هاشون رو ای‌آی هستن خیلی هاشون ای‌آیشون تموم شده کارای حالا مختلفی موقتی دارن انجام میدن ولی اینا فرض کنید خونه‌های بزرگ خریدن ریتاشون رو به هر صورت مورگیجشون رو باید بدن و شاید تو چند سال آینده اینا باید مورگیجاشون رو رینیو بکنن خب الان اولین سوالی که پیش میاد برای همه و حتی برای خود من پیش اومده که چرا به خاطر مارکت‌های دیگه الان داره این اتفاقات توی آلبرتا میفته که ما بیشترین کمک رو از هر زمان دیگه لازم داریم چیه دلیلش خانم افشار؟ چرا ریت ها رو بردن بالا و چرا الان در انقدر سختش میکنن؟ جوابش خیلی ساده است. ببینین ما پرایم ریت همیشه ریتیه که گورنمنت استفاده میکنه برای اینکه جلوی اینفلیشن رو بگیره و چیزیه که کاملا پولیتیکاله و روی اکانومی جلو میره. اکانومی حتی آلبرتا با اینکریز اول و غیره که بالا رفته اکونومی شروع شده تو
آروم آروم به نحو بهتری پیش بره. در نتیجه وقتی دولت نگاه میکنه که اینترست ریت ها پایینه و اینا رو برگردونده به تقریبا 3 سال پیش، ولی به هر صورت این کار رو کرده که جای اینو داشته باشه که اگر در فیوچر مسئله پیش میاد بتونه اینترست ریت ها رو دوباره بیاره پایین، برای اینکه دیگه جایی برای پایین بردن اینترست ریت نبود و اون مسئله ایجاد خواهد کرد. برای اینه که اینا 2 دفعه اینترست ریت پرایم رو بالا بردن و طبق گفته خودشون هم امسال دیگه بالا نخواهم برد. ولی به هر صورت 0.5% پرایم عملا اونقدر افکت نمی کنه پیمنت مورگیج. میبی بگیم روی مورگیجش رو 50 دلار در ماه ممکنه تفاوت بکنه. منتها مسئله این هستش که همونی که شما در آلبرتا میگین، اگر هر کسی واقعا فاینانشال پلنینگش رو انجام میداد، یعنی اینکه اون زمانی که کسایی که تو اویل و گاز بودن و درآمدهای بالا داشتن آراسبیاشون رو مکس کرده بودن، تکس فریاشون رو ایجاد کرده بودن، با اینکه 1-2 سال ممکن بود مشکل داشته باشن، ولی من کلی از کلاینت هم هست که الان از آراسبیاشون میکشن بیرون بدون اینکه تکس بدن، برای اینکه تکس کمتر دارن. یعنی واقعا خودشون رو روی سناریوی اینکه فقط اول و گز خواهد بالا خواهد رفت، منم درآمدم اینقدره و اینقدر بدهی دارم، چیزی که کاملا فاینانشال پلنینگ نیست. و این اینترست ریفتن بالا و حتی جاب از دست دادن ها دوباره کنفرم میکنه که شما باید سکند پلان هم داشته باشی، باید آماده باشی برای هر گونه اتفاقی که میفته. حالا علت این که اینترست ریت رو یه مقدار در اینجا بالا رفته، درسته حرف شما صحیحه، چون به نظر من اصلا میزان اینکریز پیمنت انقدر زیاد نیست برای کسایی که در ونکوور و تورنتو دارن خونه میخرن، برای اونا خیلی اثر رو به اون شکل نمیذاره که برای کسایی که واقعا پیچک تو پیچک اثر میکنن. ولی دلیل این که بعدم اومدن مقررات مشکل تر کردن دقیقا به خاطر همین سوالی که شما میکنید. متاسفانه خیلی از فاینانشال ها می اومدن مورگیج رو دیپند آن اینکه هر چقدر شما اینکام دارین، بدون اینکه حساب اینو بکنن که فردا اینترست ریت بالا بره، فردا اینکامتون کمتر بشه، به های مورگیج رو به مردم پرداخت میکردن. و این خب خیلی مسائل ایجاد کرد، حتی تو یو اس مسئله 2008 پیش اومد. برای همینه که الان گاورمنت توی کانادا یه مقداری روی تجربه که 2008 تو امریکا اومده جلو میخواد بره و برای اینکه داره فکر میکنه که اینترست ریت پاسیبلیتی بره بالا. ما 2007 اینترست ریت پرایممون 6% بوده، الان 3.2ه. واقعا وقتی مقایسه میکنیم با اون زمان، ما هنوز 7 پرایم هستیم و اون زمان چه خبر بود؟ اون زمان بومینگ بود، مردم همه در حال خرید خونه بودن، با اینکه پرایم 6 بود و شما مورگیج ریتتون الان 5 to 6% بود. اینکه عملا اونجوری نباید در مورگیج و خرید خونه افکت کنه این بالا پایین شدنش، برای اینکه میبینیم بازم وقتی بالا بود بومینگ بود، همه میخواستن خونه بخرن. کلا من فکر میکنم یه دلیل، شما نکته خوبی رو گفته، یه دلیلش این هستش که مخصوصا کسایی که توی این چند سال اخیر بعد از بومینگ وارد کانادا شدن، اینا اومدن با ریتایی که من یادم حتی یک بار شما بهتر میدونید رسید زیر 2 ریتی که مورگیج بانک‌ها میدادن. عادت کردن الان که مثلا ریتا همه زیر 3 باشه و الان که داره میره بالا نگرانن، به خاطر اینکه فکر میکنن الان داریم میریم توی یه مارکتی که در واقع باید نگران باشم. ولی تا قبل از سال همدیگه که خانم افشار گفتن 2007، واقعا ریتا خیلی بالاتر بود. و اگه من یادم خودم خونه اولی که داشتیم میگرفتیم توی 2004 بود و ریت 5.7 گرفتیم،
و خوشحال بودیم که چقدر ریت خوبی بهمون دادن. بله، همش با هم ریلیشنشیپش بستگی به چی شما یوز دارین. مردمی که یه موقع 18% اینترست میدادن، وقتی اینترست ریت رفت تو 5 برای 10 سال بستنش بدون اینکه توجه بکنن که خب چه خبره، برای چی اینجوری میشه. متاسفانه یک علت ما همیشه ریلیشنشیپ بین اینکه چی میکردن و الان چیه، ولی و همیشه فهم میکنم 18 بوده الان 5 هفته پس خیلی خوبه، حالا 2 بوده شده 3 سو بعد. بعد از اون طرف باید توجه بکنیم که خیلی خوب بگیم الان مورگیج ریت ها رو میتونیم 3 خورده ای بگیریم برای 5 سال، ولی با تمام این احوال این آلبرتا شما خونه ها قیمت پایین می شما در نتیجه کمتر مورگیج احتیاج دارین برای خونه هایی که الان تو تورنتو یا ونکووره. شما یه خونه ای که اونجا الان 2 میلیونه اینجا با 400,000 دلار میتونین بخرین. در نتیجه این سوال که چرا اینترست ریت رو میبرن بالا، برای اینکه ما اکانومیمون به اندازه، البته تو ریال استیت به اندازه ونکوور و تورنتو نیست، برای اینکه قیمت های خونه اینجا پایین داره. در واقع الان سال هاست که تقریبا قیمت خونه ها همینطوری ثابت مونده. حالا درسته حتی به نظر من پایینم رفته از 2007، الان 10 ساله که اگر نگاه بکنیم قیمت خونه، قیمت ریال استیت نه تنها بالا نرفته، پایینم رفته. یعنی منظورت از زمان بومینگ آخرین سال 2007 که بومینگ بود، ولی درست همین رو نگاه کنیم تو ونکوور یا تو تورنتو from 2007 که بومینگ بوده دبل شده. شاید هم بیشتر. در نتیجه این کانسپت که چرا و ما وضعمون خوب نیست، مورگیج ریت میره بالا، باید به اون طرفش نگاه بکنیم که شما بسیار خونه ها رو قیمت پایین تر خواهیم خرید به نسبت 2 میلیون 3 میلیونی که باید بدین. اینجا میدونین 450 بدین، در نتیجه به نفعتون هست حتی اگه یه مقدار مورگیج ریت میره بالا. خب حالا به نظر میاد که فهمیدین که امسال نمیره